کار خود پایان داد. دانشجویان بیش از 25 دانشگاه کشور در این مسابقات حضور داشتند. شما و گزارش سعید مرادی. این مسابقات اولین بار هستش که در دانشگاه گیلان برگزار میشه با حضور بیش از 40 تیم از 15 استان کشور در قالب 25 تیم. این مسابقات در دو روز و در دو گرایش برگزار میشه. مسابقه در گرایش راندمانی برگزار میشه بدین ترتیب که نسبت باری که ساز تحمل میکنه به وزن خود پل که یک راندمانی میده، راندمان هر تیمی که بالاتر باشه مقام بهتری کسب میکنه. این مسابقات البته پر از اتفاقات جالب و عجیب و غریب بود. اتفاق اول اینکه این مسابقات اسم ملی را یدک می‌کشید، اما دریغ از حضور حتی چند لحظه‌ای رئیس و معاونین دانشگاه گیلان. دومین اتفاق که خیلی هم جالب بود، رکورد شکنی کشوری در هر دو بخش توسط دانشجویان استان محروم سیستان و بلوچستان بود. موفق شدیم با راندمان 630 در بخش دهانه یک متر و 1700 و شکستن رکورد کشوری در بخش 45 سانت موفق به مقام اول این دو گرایش شد. آخرین اتفاق هم که بحث داغ داوری و اعتراض یک تیم دانشگاهی به تیم داوری این مسابقات بود. آیا ما دوباره وزن کردیم؟ اگر در پایان هم در هر دو بخش مسابقات تیم کارکیا بریج از دانشگاه آزاد زاهدان مقام اول رو کسب کرد و تیم‌های دانشگاه آزاد بوئین زهرا، دانشگاه گیلان و قزوین مقام‌های دوم و سوم رو کسب کردند. و حالا در این بخش از خبرها ابتدا بسته خبرهای کوتاه و پس از اون هم بیننده خبرهای ورزشی باشید.